اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. هر سوی وطن پرنده خونین است. این عادت اهل حوزه از دیرین است. کشتن صفت همیشه اینان است. از درد و شکنجه کامشان شیرین است. علیرضا نوری‌زاده، جمعه دهم تیر ماه، اول ماه ژوئیه یا جولای. بعد از مدت ها گفتم امروز باید با شخصیتی حرف بزنم که مورد احترام خودم در درجه اول هست و بعد مورد احترام مردم. شخصیتی که تو این 40 سال جایگاه خودشو حفظ کرد و حرف اگر حرفی زد با فکر بود و بسیاری از پیشبینی‌هاش درست از آب در اومد. درود میفرستم به آقای مهندس حسن شریعت مداری. من هم سلام دارم خدمت شما جناب بینندگان عزیزتون و همکارانتون در استودیو. آقای مهندس اجازه بدین از اینجا شروع کنم که اروپایی ها با امید بسیار، با امید خیلی فراوان، به دعوت آقای امیر عبداللهیان نمایندهشون رو فرستادن به ایران، کمیسر عالی روابط خارجی و امنیت. ایشون رفت 3.5 ساعت با امیر عبداللهیان مذاکره کرد، با آقای شمخانی مزاح هم کردن و قرار کوهنوردی هم گذاشتن و تمام با امید بسیار آمد. بعدم دوحر انتخاب کردن که نزدیک بود، رفتن 2 روز اونجا نشستن. آقای رابرت مالی هم از امریکا آمد و گفتگوها به نتیجه نرسید، به دیوار خورد. شما تحلیلتون از این مسئله چیه؟ خب ببینید، بارها من این مسئله رو خدمت شما همینجا عرض کردم که هدف ایران از مذاکرات 2 چیزه: رها کردن پولها و به دست آوردن فرصت برای اینکه به نقطه گریز یا ساخت بمب و موشک‌های نقطه‌زن نزدیک بشن. هدف دیگری ندارد و برای این کار همه کاری میکنه تا این فرصت‌ها رو به دست بیاره و آزمایش میکنه دائما قضیه رو که آیا آمریکایی‌ها ممکنه که در خواستاشون تغییری بدن، وگرنه از لحاظ استراتژیک این معلومه که نزدیکی به غرب مخالف اهداف استراتژیک اونهاست که نزدیکی به روسیه و چین هست و هرگز پای یک قراردادی که روابط اونها رو با روسیه و چین مشکل بکنه نخواهند رفت. اکنون تقاضا برای بازار نفت و گاز ایران در دنیا زیاده. خب اروپایی‌ها طمع دارن که بلکه بتوانند ایران رو به طور عملگرایانه به این معاملهی بکشونند که در اون نفت و گاز ازش بخرن. ولی خب شما میدونید که روسیه هم نفت، گاز، فولاد و آلومینیوم ایران رو از بازار خارج کرد و تا موافقت نکنه با این قضیه که ایران به این بازار وارد بشه، ایران جرأت ورود
نخواهد داشت و بنابراین این مذاکرات هم علاوه بر این که در خود مذاکرات اتمی و برجام مشکلات زیادی هست، حالا این مشکل بازاریابی انرژی هم بهش اضافه شده و به جایی نخواهد رسید. جناب مهندس، وقتی آقای لاوروف رفت تهران، بعد از مذاکرات مفصلی که داشت با رئیسی، با امیر عبداللهیان، و ظاهرا گفته شد که لاوروف به اینا گفته که ما مشکلی نداریم برای اینکه شما برید و برجام رو امضا کنید، ولی به هر حال شروطی که جمهوری اسلامی روی میز گذاشته خیلی طبیعی است که مورد قبول آمریکایی‌ها نیست. در درجه اول اینا میگن تمام سانکشن یا اون مجازات ها رو یک بار ملغا کنید، و بعدم مسئله سپاه رو هنوز اینطور که من از قطری ها شنیدم هنوز دوباره این موضوع رو تجدید کردن. یعنی آقای باقری معلوم نیست با چه امیدی رفته، و همطور که شما اشاره فرمودید به نظر میرسه اینا باز دنیا رو در یک چرخ سرگیجه آور میندازن تا روزی که به یاری امام زمانشون بتونن سلاح هسته‌ای رو تولید کنن. آقای خامنه‌ای هم فتوا داده که استفاده از سلاح هسته‌ای ممنوعه، ولی ساختنش رو نگفته. شما هم که میدونید آقای مهندس اینا کاملا بلدن توجیه کنن. اجازه بدید بریم روی مسائل داخلی. خب در این شرایط در واقع اینا لگد به برجام میزنن و از یه طرف میکشنه. خب وضع اقتصادی کشور وحشتناکه. اینا چجوری میخوان این رو هندل کنن؟ چجوری میخوان با این وضع اقتصادی بدون پول برخورد بکنن؟ بله، اینا همه امیدشون بر این هستش که در حقیقت کمک کنن به روسیه برای دور زدن تحریم ها، و این کمک به روسیه در دور زدن تحریم ها امکانات جدید مالی براشون ایجاد بکنه. خب تا حدی هم این واقع گرایانه است، یعنی کمک به دور زدن تحریم هایی که روسیه هم گرفتارونه و همکاری با روسیه در اینکه نفت و گاز رو به چین بفروشن و اینکه چین و هند خودشون رو پایبند تحریم های آمریکا نمیدونن و راه جدایی رو تا حد زیادی شرکتاشون میرن، امکاناتی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه. ولی مهم اینه که به فرض هم مقداری از نفت و گاز فروختن این سر سفره مردم نمیره، و با توجه به باندهای مافیایی که در این کار هستن، یا به مصرف سپاه قدس میرسه و یا اینکه در این باندهای مافیایی خورده میشه و مردم در حقیقت با همون مشکلات رو در رو هستن. شما یادتون باشه در دوره احمدی نژاد که این همه پول نفت داخل مملکت اومد و از چندان برای مردم فرقی نکرد. آیه مهندس، خیلی جالب، اخیراً شما دیدید آقای احمدی نژاد هم راه افتاده و شروع کرده انتقاد کردن و بعضی حرفایی هم میزنه که از خودش بزرگتره. تصور میکنیم واقعاً احمدی نژاد مرگ نظام رو داره میبینه و برای خودش داره آینده درست میکنه. همینطور خانم فائزه. بله کاملاً صحیح میفهمید. فائزه هاشمی هم به همین کار مشغوله. ادعایی که به اسناد و مدارک امنیتی دسترسی دارن وضع خیلی وخیمتر از اون که من و شما میبینیم و عیان میبینن، بنابراین بر آینده خودشون فکر میکنن. فقط این فائزه و احمدی نژاد نیست، فرزندان خامنه ای هم به همین فکرن و این 10-15-16 تا سران سپاه و کسانی که در دولت دستندرکار بودن مثل رفسنجانی و خانواده رفسنجانی و خانواده لاریجانی و دیگران هم به همین فکرن. یعنی به تدریج تا بالاترین مرحله قدرت این اندیشه رسوخ کرده که آینده این نظام نخواهد داشت، باید راه‌حل‌هایی پیدا کرد، باید این راه‌حل‌ها رو جدی گرفت و در حقیقت به یارگیری اجتماعی و یارگیری بین المللی پرداخت.
مهم این هستش که خامنه ای هم نفوذ قبلی خودش رو داده از دست میده. شما عصبانیت رو میبینید، این عصبانیت نشان میدهد که او بسیار در حقیقت دست پاچه است و فکر میکنه که امکان داره که چرخ زمان رو به عقب برگردونه و به سالهای 60 برگرده، چیزی که خب در تعادل قدرت موجود به هیچ وجه قابل عمل نیست و نیروی سرکوب هم که بخواد این کار رو بکنه در خودش در بالاترین مراحل قدرت نیروی سرکوب دعواست. جا به جایی طائب و دیگران نشون میده که این دعوا تا کجا کشید. در همین میخوام برگردم به موضوع این تغییراتی که توی در این مدت به صورت شگفت‌آوری شد و حتی کسی مثل طائب 3 سال اداره بیت و دفتر دستش، 13 سال در جوار مجتبی زمینه چینی میکرد برای رهبری اون و ناگهان در یک شب پایین کشیده شد. آدم عجیب یاد بریا میفته، یاد اون داستانهای پایان استالین. اولا شما تفسیرتون چه بود برای طائب تا بعد برسیم به باقی آقای کاظمی و دیگران؟ بله ببینید، تئوری من اینه که مقداری هم سند براش ندارم ولی اینطوری میبینم، آینده نشون خواهد داد که در دوره‌ای که قاسم سلیمانی همه کاره بود، مجتبی و طائب به این فکر افتادن که اگر خامنه‌ای که وضعش هم روزا خوب نبود دار فانی رو وداع کنه و بمیره، قاسم سلیمانی یا خودش رهبره یا رهبرساز، و این ریسک وجود داره که امتیازات بزرگی بخواد که با بیت خامنه‌ای کنار بیاد یا اینکه اونها رو کنار بگذاره. بنابراین فکر میکنم در دنباله حذف‌هایی که داشتن، مثل حذف احمد خمینی، حذف رفسنجانی، حذف هاشمی شاهرودی و حذف لاریجانی، به این فکر افتادن که باید از شر قاسم سلیمانی راحت شد و گرا به آمریکایی‌ها داد. اخیراً فکر من اینطور می‌اندیشم که اسرائیلی‌ها این پرونده رو به خامنه‌ای و عده‌ای از سران سپاه دادن و مخفی نگه داشتنش دیگه معلوم دیگه ممکن نبود. آدمی مثل طائب جز با یک خیانت به ولی نعمت به این طرز افتضاح حذف نمی‌شد. فقط تئوری اینه که فقط این کاره که میتونست مجوز بده که خامنه‌ای که انقدر دلبسته به اون بود و مجتبی خامنه‌ای که همه بنای آینده خود رو بر روی اون گذاشته بود، اینطوری از اون صرف نظر بکنن، و این موقعی بود که دیگه نتونستن حفظش کنن. این پرونده رو شده بود در عده محدودی و اینکه اسرائیلی‌ها 5-6 روز زودتر این حرف رو گفتن، معلومه که ابتکار عمل رو در این حوزه داشتن. این تئوری من البته براش دلیلی ندارم، آینده نشون خواهد داد که آیا درسته. البته یه اشاراتی هم بود را این که پرونده های دروغینی که ساخته بود برای آقای دوری اصفهانی، همینطور برای محیطبانان و محیط زیست، اینا همه رو شده و خامنه ای گفته بود بهش دروغ گفته. در عراق هم به اصحاب علق گفته بود به دستور آقا آمریکایی بکشید و اینم به خامنه ای برخورده بود که حالا از جانب او سخن میگه. باری به هر حال یک جنایتکار فعلا پس زده شد، جنایتکاران دیگری قدم جلو گذاشتن و پرونده آقای کاظمی پرونده خوبی نیست. ایشون در تمام دوران فعالیتش یکی از کسانی بوده که کشتن افراد در خارج از کشور و ربودنشون در حیطه قدرت ایشون بود. بنابراین اصلا آقای اگر مسئولی برای این پرونده های جاسوسی باشه، کاظمیه که نتونسته اونا رو پیدا کنه، مسئول حفاظت اطلاعات بوده. بیخ گوش نصیری رو که گرفتن، 2 بار در ترکیه با سفارت آمریکا ملاقات داشته و ارتباطات وسیعی داشته. بله بله بله. و این جالبه های مهندس، قبلا هم با هم صحبت کردیم، یه وقتی من دبی بودم و با دوستی و یکی از دیپلمات‌های آمریکایی نهار می‌خوردیم و همینجا روبرو نشون داد به من یک ساختمونی رو
خب ببین از صبح چند نفر با کیف سامسونیت میرن این تو، تمامشون از ایران میان و همشون هم میان اطلاعات فروشی کنن یا برای بچهشون ویزا بگیرن. خیلی جالب بود، ساختمونی رو بغل بیمارستان شیر و خورشید یا به قول اینا هلال احمر آمریکایی‌ها گرفته بودن و اینا قشنگ به اسم بیمارستان میبدن میرفتن اون بغل تو این ساختمون. حالا قرارم اینه از دیرباز اینا دنبال این قضیه بود. ببینید که در این نظام های توتالیتر وقتی اعتقاد به نظام توتالیتر که ابتدا این کادرهای امنیتی با ایمان تمام رفتن اون تو و آدم کشتن از بین میره، چنان ضربه‌ای به روحیه اینا میخوره که خودشون رو میخوان نجات بدن، اطلاعات رو میفروشن تا پول بگیرن و بر آیندهشون یک جایی رو پیدا کنن که امن باشه. و این در همه نظام‌های توتالیتر بوده. در جریان روسیه شما دیدید میتروخین با همه آرشیف پاشد رفت آمریکا و کاسیکین اسناد رو برداشت از ایران رفت آمریکا. این کار داره در سیستم امنیتی ایران میشه. ولی وقت در سطوحی که بالا به مثل طالب یا مثل آقای نصیری، این خیلی جالب توجهه. یعنی در یه سطوح پایین تر آدم میتونه قبول کنه، ولی کار به بالاترین سطوح رسیده و این حیطه اسرائیلی ها بر نظام امنیتی ما که آقای ابتهی هم دیشب بهش اشاره کرد، در گفتگوش اشاره کرده بود، این هیته رو شما چطور تفسیر میکنید تا این حد گسترده؟ بله ببینید در روسیه سابق هم کار به اونجا رسید که برخی از اعضای پولیتبرو از جمله رئیس جمهور فعلی بلاروس و یلسین با آمریکایی‌ها ارتباط داشتن، رفتن تو بلاروس قرارداد انحلال شوروی رو امضا کردن. خب این به همین جا خواهد رسید. خامنه‌ای الان نگران اونه که شورای عالی امنیت و بقیه جایی که روشون حساب میکرده تک تک برن تماس بگیرن و بفروشن خامنه‌ای رو، و آخرش هم همین کار خواهد بود و خامنه‌ای رو مثل قذافی باید توی جوب ها پیدا بکنن. آقای مهندس، اینجور که شما دارید میبینید الان در درجه ای در این مرحله نقش اپوزیسیون چه باید باشه و اپوزیسیون گذاری که خیلی مورد احترامم هست و اصولا نقش اپوزیسیون رو چطور توصیف میکنید؟ ببینید باید در حقیقت سیاست هنر تلفیق ممکن هاست دیگه. اول باید اینو قبول کنیم که اپوزیسیون هیچ مملکتی از کره ماه نمیاد. به هر صورت با زدن اپوزیسیون، خراب کردن اپوزیسیون، گفتن اینکه اپوزیسیون کاری نکرده و کاری نیست، ما به جایی نمیرسیم. باید اون چرا که داریم بهش اطمینان بکنیم. این اپوزیسیون واقعیت اینه که گسلهای اجتماعی باعث شده که هیچ شخصیت یگانه ای نتواند در رأس همه نیروهای اپوزیسیون و به عنوان یک شخصیت محوری در مملکت ظاهر بشه. حتی محبوب ترینش میتواند بخشی از مردم رو نمایندگی کنه. بنابراین اگر واقع‌گرا باشیم و ایدالیست و اراده محور نباشیم، باید در صدد این باشیم که شورای بسازیم از همه به قول آمریکایی‌ها استیک‌هولدرها، صاحبان منافع در اپوزیسیون و شخصیت‌هایی که وجود دارن، و این کار رو هرچه زودتر انجام بده. برای اینکه سرعت سقوط این نظام به قدری است که حتی با نیت‌های خوب اگر بخوایم طول بدیم ممکنه خیلی دیر شده باشه. باید به این سمت بریم و باید واقع‌گرا باشیم، اراده‌گرا نباشیم، فکر نکنیم که یک چیزی رو فکر کردیم و قطعا باید اون باشه. البته این که میگم مشمول همه است، منظورم شخص خاصی نیست. در حقیقت این خودمحوری در همه اپوزیسیون هست که ما در مرکز هستیم، بقیه باید به دور ما بیان و یک نوعی مای نوعی رو باید تایید بکنن تا اینکه ما وارد بازی بشیم. این خواب باید فراموش بشه. باید از نگاه برابر همه به هم نگاه بکنن، در یک تشکیلاتی باشن،
سعی کنند بازیگرانی رو که در صحنه است همه رو به رسمیت بشناسند و هر گروه همونطور که هست طرف مقابل اونو به رسمیت بشناسه، سعی نکنه با بحثای اقنایی اونو طوری عوض کنه که گویا عضو حزب خودشه. اتنیک ما یه خواستایی داره باید به رسمیت شناخت، زنان خواستایی دارن باید به رسمیت شناخت، جوانان، معلمان، مشروط طلبان، جمهوری خواهان، اینا شکاف هایی است که ایجاد شده باید پل زده بشه و ترمیم بشه. کوبیدن بر روی یک روایت از بین روایت های موجود فقط شکاف های موجود رو زیاد. آقای مهندس، وقتی رضا پهلوی اون خطاب رو به مردم ایران کرد، اشاره هم به اپوزیسیون کرد و شما پاسخ مثبتی دادید، یعنی اصلا تخطئه نکردید مثل بعضیا که نمیدونم شش سازمان جمهوری خواه که با اون ادبیات بسیار بد. خب شما هم جمهوری خواه هستید و بنابراین اون شیوهی که شما اتخاذ کردید به اعتقاد من در جهت همین حرفی بود که الان هم میزنید، یعنی تمام تلاش و از اول هم رابطه خوبی داشتید. الان ببینید، ما از هر امکانی با حفظ انتقادات واقع گرایانه میخواییم استفاده کنیم. مملکت همونطور که در اون توییت نوشته شده، مملکت در وضع بحرانیه، باید جدی گره. هر با باریکه ای رو باید بهش بها داد. ایشون دست همکاری دراز کرده، اشتباهاتی هم در سخنرانیش کرده، دست همکاری رو باید پس نزد، باید اشتباهات رو ترمیم کرد. در درجه اول خود ایشون باید آگاه باشند و ترمیم کنند، بقیه هم باید وارد بحث و دیالوگ بشن. این که همه هم دیگر رو تخته کنیم به جایی نمیرسه. خب ما میدونیم که کاف جمهوری و سلطنت یا سلطنت مشروطه وجود داره، شکاف اتنیک هم وجود داره، ولی اینطور نیست که سد یعجوج و معجوجی کشیدن که گذشته ازش ممکن نیست. باید راه حل پیدا کرد و باید اینا رو کنار هم نشون. راه دیگری جلوی راه ما نیست، پیش پای ما نیست. من یادم آقای مهندس وقتی که عراقی ها به لندن اومدن قبل از سقوط صدام، حالا اونجا آمریکایی‌ها پشتشون بودن و غیره، ولی جالب بود توی سالون من نگاه میکردم میدم یه طرف طالبانی و بارزانی نشستن، یه طرف آقای حمید دبیرکل حزب کمونیست، این طرف آقای عبدالعزیز حکیم، اون طرف عدوه، این طرف حزب سوسیالیست، اون طرف آقای علاوی. یعنی خیلی جالب بود این کامبینیشن و ترکیب، بسیار جالب بود. من الان در سطح اپوزیسیون که نگاه میکنم میبینم ما قابلیت های شاید بیشتری هم داریم، یعنی افرادی رو داریم مثلا دوستان ما مثل کاک عبدالله مهتدی توی کومله، یا دوستان حزب دموکرات، یا دوستان ما در تضامن در خوزستان و همینطور بلوچ ها و دیگران، آدم های سرشناس و به قول معروف چهره دارن. و من فکر میکنم بازم شاید مسئولیت خود شما باشه، برای اینکه یه نوعی مردم به شما اعتماد دارن و اینکه بشه اینا رو گرده هم دور یه میز نشوند. واقعا اون روز برای من روز بزرگ زندگی من خواهد بود. این منظر رو ببینید، پیش شرط اینه که همه نزول اجلال بفرمان، یه طبقه پایین با هم بشه، همه، هیچ کس فکر نکنه که به هیچ دلیلی، حتی دلایل تاریخی یا دلایل حماسی یا هر چیز دیگه‌ای، وظیفه یا عرض به خدمتتون رسالت خاصی نسبت به دیگران، وگرنه یک جا نخواهند نشست. آقای نوزاد، این ما باید واقعیت‌ها رو بپذیریم، باید مسئولیت بپذیریم، باید بگیم چی میخواییم، چگونه میخواییم، با بقیه چه حاضریم بدیم، چه حاضریم بگیریم. من دیروز در یک جلسه به دوستان اتنیک گفتم خب یکی از راههایی که شما اکتیو بشید اینه که وارد بدبستون بشید. دیالوگ بس، بدبستون اینه که من ساورنیتی مملکت رو میپذیرم، جاش یک عدم تمرکز در حد فدرالیسم میخوام.
این چیزیست که میتونید رو میز بذارید مذاکره کنید، ولی نمیشه گفت که من از یک طرف میگم که ملت، از یک طرف میگم که حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی دارم، از یه طرف میگم که اگر بخواید اینو سرکوب کنید شما سرکوبگرید و من باید اپسیون جدایی داشته. البته اینا رو نمیگن، من میگم به تصریح باید این اتنیک عزیز ما بیاد و بگه که ایران مملکت یک پارچه است، ما جزو ملت ایرانیم، ولی حکومتی که میخواییم حکومت فدراله. اون وقت میشه سرش بحث کرد. یعنی باید یه چیزی داد، یه چیزی گرفت. مرکز گرایان ما هنوز یک عدهشون میرن نسخه بدل کاوه رو در میارن. این راهش نیست. داستان امروز، روایت امروز، روایت ایران باستان کاوه نیست. امروز باید نزول اجلال کرد و قبول کرد که ما اتنیک رو داریم، زنان رو داریم، بقیه رو داریم، اینا خواستایی دارن و اونها هم قبول بکنن که در یک ایران دسانتال دموکرات با حقوق برابر و اگر کسانی حکومت مشروطه رو میخوان با زور تبلیغات که نمیشه، آخرش مردم باید در مجلس مؤسسان تصمیم بگیرن. همین شانس رو باید به جمهوری خواه و اتنیک هم داد. یک سویه نمیشه تاخت، تاختن یک سویه ما رو از هم جدا میکنه. کاملا درسته و من واقعا امیدوارم این دیالوگ کاملا برقرار بشه و باز نقش شما نقش مهم نیست. جهت این که جناب نورزاده، اساس این دیالوگ اینه که چیزی بخوایم بدیم، چیزی بخوایم بگیریم، درست مثل معامله، و همه اینا در اساس در چارچوب منافع ملی ایران، یعنی هم چیزی که میدی در چارچوب منافع ملی ایران باشه، هم چیزی که میگیری. این که هرکی محکم سر جای خودش بیسته بگه همینه و جز این نیست، ما رو به هلاکت خواهد در یک کم. کاملا درست حرف شما. اجازه بدید مهندسی درنگ کوتاهی بکنیم و باز برگردیم در خدمتتون بحث رو ادامه بدیم. با درود دوباره و درود به این گروه عزیز، حسین علیزاده و محمد معتمدی. عجب قشنگ، عجب قشنگ. امروز تولد عزیزم دکتر اسماعیل خویی. خویی خاکستر شد اما خاطره و حضورش با ماست. مراسمی هم براش بنیاد جالی اسمانی برپا کرد. دلم خواست باشم ولی در سفرم نیستم. میدونم آی مهندس شریعت مداری هم به اندازه من خویی رو دوست داشت و به شعرش اعتبار داشت. یادش به خیر و همیشه جاودانه ماند این نازنین شاعری که یک لحظه از مبارزه با رژیم جهل و جور و فساد باز نایستاد. و به دختر عزیزش میگم اسماعیل همیشه با ماست. خویی هم آقای مهندس شجر نداریم در خراسان به دنیا و مشهد و ولی بله ترکیه هم واقعا جاش خالیست. من خیلی هم به خودشم به شعراش علاقه داشتم. انسان بسیار برجسته، واقعا جاش خالی. خب آقای مهندس، این سواله که مرتب بینندگانمون از من میپرسن، تکس میکنن، ایمیل میکنن، چرا در هیچ کشوری در دنیا مثل ایران هر روز تظاهرات نیست؟ شما در 32 شهر بازنشسته ها فریاد میزنن، انسان های شریف آزاده که بعضیشون با واکر و عصا میان توی فریاد میزنن و فقط یه زندگی با شرف میخوان، یه زندگی بتونه نوش رو براش بره یه ساندویچ بخره، میدونم بچهش رو پذیرایی کنه. چرا اینقدر دنیا ساکته؟ چرا اروپایی اینقدر بی تفاوتن های مانده؟ تقصیر ماست یا تقصیر کیست؟ بله ببینید، اولا اروپایی ها و دنیا به دنبال منافع خودش هست، همیشه هم همینطور. همین اروپاست که دو تا جنگ جهانی رو راه انداخته و دنیا رو به خاک و خون کشیده. بنابراین ما توقع زیادی از دنیا نباید داشته باشیم. ما خودمون ببینید، این جامعه از یک بحران مزمن اعتماد رنج میبره. این بحران بسیار اساسی است. من یک مثالی به شما میزنم.
در لهستان که کارگران گدانسک آمدند و به خاطر دستمزدشون شروع به اعتصاب کردند، یک آدم ناشناسی مثل لخوالسا اومد و اون کارگرها که اغلب سواد زیادی نداشتند و رهبرشون شدن اپوزیسیون لهستان و اونها رو از نظام کمونیستی گذارد. ما در ایران معلمان رو هم فریختن، هم تعدادشون بیشتره، هم آدما و در رأسشون معلمان شجاعی که در زندانن بسیار از لخوالسا شناخته تر شده. جامعه عکس العمل نشون نمیده، اعتماد نمیکنه. اینجا من خواهش میکنم از هموطنان که بر این مرض بی‌اعتمادی باید فائق بیایید. این سمپاشی که این نظام میکنه باید بفهمید که شما رو داره از اپوزیسیونی که میتونید اعتماد کنید دور میکنه. هر کسی رو که قبول دارید، هر گروهی رو که قبول دارید جدی بگیرید، نزدیک بشید. فقط هم تقصیر اپوزیسیون نیست. ما یکی از کارآمدترین اپوزیسیون ها رو که حداقل در فرم شبکه‌ای با هم خوب کار میکنه، چند تا پروژه بزرگ مثل نهب جمهوری اسلامی و رای بی رای رو پیش برده داریم. حمید نوری رو به زندان انداخته این اپوزیسیون. این همه تظاهرات هم در بیرون، این هم هم در داخل شما میگید. ملت باید اعتماد کنن و باید بیان به سمت اپوزیسیون تا ساخته بشه. راه حل اینه. وقتی این ساخته شد، اروپایی ها، امریکایی ها وقتی دیدن یک الترناتیوی وجود داره، اون وقت به این فکر میفتن که این نظام که پایدار نیست، بریم سراغ این الترناتیو. متاسفانه این بحران عدم اعتماد به ضرر مردم این مملکت تمام میشه و به نظر من باید به اون فائق همش خودزنی نکنیم، همش از بدی اپوزیسیون و خوبی ملت نگیم، عیب‌های ملی خودمون رو هم بگیم و سعی کنیم بر اونها فائق بیاییم. مهندس عزیزم، چند هفته پیش بود یکی از این آقایونی که خب مدعی اپوزیسیونه یه مقاله نوشت در سایت گویا چاپ شد. بسیار مقاله بدی بود، یعنی درست حرفای رژیم رو زد که اگه این رژیم بره اله میشه، تیکه پاره میشه ایران، تجزیه میشه، اسرائیل میاد میزنه. اصلا خیلی برای من عجیب بود که یه همچین مطلبی چاپ بشه. بعضی هم واکنش نشون دادن بهش. و آیا نوشته های از این قبیل ضربه به خود اپوزیسیون در درجه اول نمیزنه آقای مهندس؟ چرا؟ 100%. ببینید، یه عده از وحشت و ناامیدی دست به قلم میبرن، یه عده خواسته و ناخواسته در دام این نظامن و مثل توتی حرفای اونو تکرار میکنن. این نظام چند تا وسیله داره برای نفاق افکنی، دیگه استدلالی برای حفظ مملکت که نمونده. ترس و وحشت اون شالوده ایست که اینا میخوان باش نظام رو حفظ کنن. یکی ترس از آینده است، ترس از سرکوبه، ترس از تجزیه است، ترس از جنگ داخلیه. اینجور چیزها رو هی بزرگ میکنن و مردم رو در حقیقت پاسیو میکنن. هیچ کدوم از اینها خیلی مبالغه آمیزه. من نمیگم امکان نداره در یک سناریو محتملی، ولی مردم ایران هم رشد و شعور خودشون رو در حفظ وحدت ملی و هم در مسالمت در مبارزه نشون دادن و بسیار بعیده که کار ایران به اینجا برسه. شخصیتی مثل شما با توجه به ارتباطی که با اتنیک دارید، با اقوام ایرانی دارید، من به نظرم یه نقش مهمی است که شما این پیام رو بتونید منتقل کنید به مردم که این اتنیک خواستار جدایی نیست. اینا حقوقشون رو میخوان که حقوق تاریخی دارن که انکار شده. ولی مسئله عدم تمرکز مسئله ایست که یه آدم ملی که حالا اون زمان رفزیر بالا خمینی مثل داریش فروهر جلو خود من به زندیات قاسملو گفت. قاسملو گفت فدرال خیلی سخته. گفت خب فدرال نه، چی میگه؟ خودگردانی، خودمختاری مردم دوست ندارن. خب بگو خودگردانی، تو حق منو بده، بگو خودگردانی، بگو گردانی، هرچی دلت میخواد بگو، ولی مهم اینه که تو حقوق منو به رسمیت بشناس. منم تاریخ دارم، منم زبان دارم، فرهنگ دارم. بالاخره اینا رو باید در نظر گرفت. جناب نوری زاده، در بد
مشروطیت بخشی از روحانیت مخالف بود می نوشت این کلمه خبیثه دموکراسی را به زبان نیاورد. بعد یواش یواش شد جزء فرهنگ ما. فئودالیسم هم اینه، اینه ازش یه قول ساختن و همه رو می ترسونه. مهمترین کشورهای دنیا فدرال اداره میشه. کشورهای اسکاندیناوی هم یک شاه در رأسشه، ولی واقعا سیستمشون فدرال هستش با وجود این که شاه دارن. این قول بیشاخ و دم چیه که از فدرالیسم ساخت؟ حالا اسمشو نگیم، محتواشو که میتونیم قبول بکنیم. محتواش اینه که کسی که در خوزستان نشسته فقط دود نفت شما رو نخوره، از مباهبش هم به اندازه شما برخوردار باشه. اون پولبری که در کردستانه حمال لوازمی نباشه که شما در تهران مصرف میکنید، امکان سواد و تحصیل و رشد و پیشرفت داشته باشه. تقسیم فرصت هاست، از چی میترسیم؟ آخه این چه اعتقاد واقعا عقب افتاده ایه که یک اسم میتونه مملکت رو تجزیه کنه؟ مملکتی که با یک اسم تجزیه بشه مملکت نیست که. ایران یک مملکت تاریخیه. زبان فارسی زبان ادب ما و پیوستگی ما بوده. مگر آموزش به زبان مادری بیاد زبان فارسی دود میشه، هوا میره؟ این حرفا کدوم ها؟ واقعا اینها رو یه دهی تبدیل کردن به اسلحه‌ای که در حقیقت با دیکتاتوری درون خودشون در میفته و نمیتونن برقرار. نظام غافل میشن. رضا شاه انسان بسیار خادمی در زمان خودش، ولی برای امروز رضا شاه قابل تصور نیست. درست. آی مهندس، این نکته به نظر من خیلی قابل تأمله. 40 تا بلوچ و رژیم در ماه خرداد اعدام میکنه. خب این بلوچ ها نیاز به همدردی دارن، نیاز به همدلی دارن. چرا این همدلی و همدردی باهاشون ابراز نمیشه؟ من خیلی جا دیدم که راجبشون اصلا صحبت نشون. 40 نفر رو کشته رژیم و اینجاست که آزرده میشن. اینجاست که ما میبینیم بلوچ های ما بالاخره پایه‌گذاران این مملکت هم، و اینو باید واقعا رعایت کرد. ببینید ذهن استبدادی حقوق بشر رو هم به صورت ابزاری ازش استفاده میکنه، برای گروه خودش استفاده میکنه. وقتی ادعی رو به دلیلی یا تحویل نمیگیره یا در حاشیه‌ان یا مخالفه، حتی از حقوق انسانیشون دفاع نمیکنه. ذهنیت دموکراتیک میخواد که حقوق بشر رو در تعمیم همه جانبش ببینه. متاسفم که هنوز ذهنیت های استبدادی در ما ایرانیان زیاده و باید اختار کنیم که این باید رفع بشه. باید همه رو به یک چشم در شمول حقوق بشر. شما با برادران، فرزندان شما و من و نسل ما در نیروی انتظامی، در سپاه، در ارتش، کلامی اگر الان دارید بگید چون میشنوند. جناب نوری‌زاده، ببینید همه اینا هم وطن ما هستن و در همه این مرارت ها سهیم هستن. خیلی از اینها هم نان شب ندارن، با سیلی صورتشون رو سرخ میکنن یا امتیازات کوچکتری دارن. این باید جرأت پیدا کنن. من میدونم در نیروهای نظامی و انتظامی سخت نافرمانی، ولی بین خوشرخصی و نافرمانی یک فاصله بزرگی است. حداقل میتوانند مردم رو نزنن، به کنار با مردم به ملایمت رفتار کنن، با اونها همراهی کنن، اگر میتوانند افشاگری کنن، اگر میتوانند در گروه‌های کوچکی در بین خودشون تشکیل بشه و برای فرداشون فکر بکنن. این فردا فردای همه ماست. همه این عزیزان هموطنان ما هستند و امنیت ما رو در آینده همینها حفظ خواهند کرد. ما باید بین خودمون و اینا دیوار نکشیم و اینها هم باید فکر نکنن که یک سپر و یک باتوم که به دست گرفتن موجود دیگری هستند و هموطن خودتون رو محقن که بزنن.
باید احساس مسئولیت بکنن و من فکر میکنم یواش یواش این روحیه درشون داره پیدا میشه. به نظرم خیلی مهمه، چون بعضی از اینا نگران فرداشونه و باید نسبت به این فردا اطمینان داشته باشن، چون بعضی جنایت نکردن، کار فقط مأمور بودن، این درجه رو داشته مأمور بوده. این اطمینان خاطر باید بهشون داده بشه به نظر من. بله، علاوه بر اون خانواده هاشون باید آینده شون دقدقه داشته باشن، به اینا بگن که این راه که تو میروی به ترکستان است، این راه تو رو به جایی خواهد بود که نمیخوای بری و زندگی همه ما رو به خطر میندازی. بیا و با مردم باش، بیا و استعفا بده، بیا و افشاگری کن. خانواده ها رول بسیار بزرگی دارن، فرزندان، زنان، دختران، پسران باید به پدرانشون یا مادرانشون که در این نیرو هستن فشار بیارن و اینا رو از این راه باز بدارن. اگر ذهن روشنتری دارن و اونها ذهن منجمدی دارن، کمک کنن که اذهانشون روشن بشه. کاملا صحیح میفرمایید. آقای مهندسی، خبر خوب میخوام ازتون بگیرم. در واقع مردم منتظر این خبرهان. در گفتگوهایی که هست، آیا شما امیدوارید که این نزدیکی گروه های اپوزیسیون صورت بگیره؟ والا ما با تمام توان میکوشیم و این همکاری رو که در توییت زدیم مختص گروه خاص و یک شخص خاص نیست، به همه زد و دائما تلاش میکنیم. منتها باید جواب بیاد از اینا. متاسفانه از هیچ کس هیچ جوابی نمیشنویم. ادامه میدیم، خسته نمیشیم، امیدواریم، ولی با معلمان، با نمیدونم کارگران، با گروه هایی که در داخلن هم روابط خوبی داریم و هم ریسپانس داریم، جواب داریم. متاسفانه اپوزیسیون خارج به خصوص در دچار یک انجماد تاریخی شده. هر کس بر سر خواسته‌های خودش ایستاده، شعار همکاری و شعار وحدت میده ولی در عمل کاری نمی‌کنه. آقای مهندس، ممنونم ازت، بسیار گپ و گفت خوبی و همیشه با شما این حسنیتو که شما داشتی و دیرباز رفاقت در واقع امکان میده که من صریح بپرسم و بتونیم با هم گفتگو کنیم. بسیار ازت سپاسگزارم. آرزو میکنم در شما که این فرصت رو دادید. ممنون. در آینده نزدیک بتونم باهاتون صحبت کنم. ممنونم ازت. متشکرم. اجازه بدید من یک اشاره‌ای بکنم به خویی عزیزم که امروز تولدش بود. یه اشاره کوتاهی کردم، حالا از این دو دقیقه هم استفاده کنم. سبای عزیز، جای پدر خیلی کنار ما خالیه. خویی عجیب بود، استراحت میکرد سر ساعت 3 میشد میشست رو مبل، سبا بگیر یا خودش میگرفت برنامه منو ببینه و بعدش هم گاهی زنگ میزد، آقا اینجا فوق‌العاده بود، اینجا خوب بود، اینجا رو کاش اینجوری میگفتی. یعنی واقعا این حالت استادی رو بر من همیشه داشت. من یه جوان 18 ساله بودم. عباس پهلوان عزیزم گفت برو با خویی گفتگو کن. در اون زمان یه آقایی رفته بود گفتگو کرده بود، ضبط صوت خویی رو گرفته بود برده بود. من رفتم و گفتگوی ما 1 سال طول کشید و خویی اون رو در قالب کتابی در آورد، جدال اسماعیل خویی با مدعی. البته مدعی منظورش اون آقا بود. خیلی دوستیمون قشنگ بود. با هم می‌رفتیم، لقمه نانی می‌خوردیم و بعد من می‌رسوندمش خونه. فرانکا می‌مد استقبال و بچه‌های عزیزش و بعد داستان دلبستگیش که من شاهدش بودم و پدیدار شدن سبا. خیلی داستان، یعنی خویی انسان عجیبی بود. یه شعر داره که من هر بار میخونم گریم میگیره. شعری که در ترن داره میره به سوی ایتالیا، فرزندش اونجاست، میره همسر سابقش و میره اونجا و این توی ترن با خودش چه میکنه، چه میگه. یه روزی براتون اون شعر رو خواهم خوند.
خیلی از شعرهای خویی برای من خاطره داره. یعنی با هم بودیم شب، دوستای دیگه هم بودن، نیکو خردمند، ارزشی، مؤسس، شهیدی، دوستای دیگه. بعد پیش اون آقای دکتر دم زایشگاه تهران که آقای دکتر خیلی جالب بود، دندان پزشک بود، یک هموطن ارمنی عزیز، مثل همه ارمنی ها، و اونجا هم یه رستوران داشت. خب ما اغلب میرفتیم اونجا پیشش. بعد یه دفعه خویی قلم رو در میورد و مینوشت. خیلی شبا من شاهدش بودم. یه دوست دیگری هم داشتیم، خویی خیلی او رو دوست داشت، فیروز، و خیلی هم چپ بود و با او هم با خویی زندگی ها داشت. در حال بخش بزرگی از زندگیمو که نگاه میکنم اسماعیل خویی هست. شما فکر کنید در همین دوران غربت از جمله معدود دوستانی بود که از اون زمان تا پایان با هم بود. دو سه نفر هستن که من خیلی رفتنشون منو خورد کرد، و یکی دکتر فرابخش بود. دکتر فرابخش همیشه جلوی چشم منه. یکی پرویز اصفهانی بود، عزیز من. یکی عزیز الله اصناعشری. اینا آدم هایی بودن که دوستشون داشتم و اتفاقا خویی با همشون هم دوست. عزیز الله خان بریونی درست میکرد برا ما، اصفهانی ناب. و خب جواد عزیز فرزندش و دخترش معزز اینا و نوش پرچمداران نام او هستن. و همینطور دکتر فرابخش عزیزم، بانوی او، دخترش، نگهدارنده اسم او هستن. یادتونه فرابخش کنارم میشست و با هم بحث میکرد. رفقا هم خیلی هاشون رفتن، خیلی هاشون رفتن. من فقط آرزو میکنم روزی باشه که من پیشانی بر خاک وطن بگذارم. اون لحظه برام خیلی خواب میبینم، فکر میکنم. دائم دیشب، همین دیشب خواب میدیدم که برگشتم ایران و خیلی عجیب بود. همه اومده بودن، همه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره بر افراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.